حرکاتی که میشه حرکاتی بودن که ما تو کل لوله گوارش میدیدیمشون، یعنی از دهان تا مخرج حضور داشتن. قیقه کننده رو اما فقط توی لوله باریک و بزرگ میدیدیم که باز تو لوله باریک بیشتر، تو لوله بزرگ کم. توی حرکات کرمیشه اگر این یادتون باشه، مثلا اگر این معده باشه، این معده به محض اینکه لقمه غذایی وارد مری میشد باعث میشد که دیواره مری کشیده بشه. کشیده شدنش باعث میشد که یک حلقه انقباضی پشت لقمه غذایی شما تشکیل بشه. این حلقه انقباضی هی تیکه تیکه میومد به سمت جلو حرکت میکرد و غذا رو میتونست وارد بخش بعدی کنه. بخش بعدی اینجا معده است. باز این میتونه حرکت بکنه، غذا رو در طول معده پیش ببره و اون رو وارد لوله باریک بکنه. پس توی حرکات کرمی ما یک حلقه انقباضی داریم. حرکات کرمی نقش جلو برندگی دارن ولی میتونن نقش محدود کنندگی هم داشته باشن. پس هم جلو برندن هم محدود کنن. شکلی نیست. مثلا اگه غذا بیاد توی روده باریک، اینا اگه ضربه های غذایی باشه، حلقه های انقباضی یکی نیست. یکی این مرد تشکیل میشه، یکی این مرد. حالا قطعه غذایی بعدی ممکنه اینجا باشه، دوباره یکی این مرد تشکیل بشه، یکی این مرد. باز این رو بکشیم. پس شما برخلاف کرمی که یه حلقه انقباضی دیدید، اینجا چند حلقه انقباضی دیدید. نقش حرکات قطعه کننده چیه؟ هم غذا رو ریز و خرد میکنه، هم اون رو با شیره گوارشی هم میکنه، میزنه، محدود میکنه. اما تو حرکت مواد غذایی خیلی نقش نداره. جلو برندگی مخصوص کرمیشه هستش. قطعه کننده اونقدر نقش جلو برندگی نداره. این از حرکات کرمی و قطعه کننده. میشه موسین رو بازی بدید؟ ما گفتیم موسین چیه؟ گزشی بود؟ گلیکوپروتئین. عددی داریم در سرتاسر لوله گوارش، یعنی باز از مری تا مخرج. ما یه سری عدد داریم که عدد ترشح کننده موسین هست. پس موسین یه گلیکوپروتئینه، یه سری مده ها ترشحش میکنن که این مده ها کجا قرار دارن؟ در طول لوله گوارش هستن. از زمان تا مخرج حضور دارن. خب عدد ترشح کننده موسین بعد از اینکه موسین رو ترشح کردن چه اتفاقی براشون میفته؟ موسین ترشح میشه، مثلا باز فکر کن اینجا مریه دیگه، یه سری عدد ترشح کننده موسین داره، یعنی یه سری سلول ها هستن که میتونن موسین ترشح کنن. موسین ترشح میشه، میتونه آب جذب بکنه، آب فراوانی میتونه جذب بکنه. و وقتی که موسین آب جذب بکنه، یعنی اگه بشه موسین آب، آفرین، میشه ماده مخاطی یا موکوس هم بهش میگن. همشون میگن که توی بول مثلا تو بوزا ذرات غذایی رو به هم دیگه میچسبونه. توی مری رو از خراشیدگی محافظت میکنه. توی معده، توی روده باریک همه جا داریم و همه جا اون نقش حفاظت کنندگی رو میتونه داشته باشه دیگه. لوله گوارش ماهیچه‌ای و زیر مخاطی و لایه های لوله گوارش.
خورش داشتیم. بگو از خارج به داخل. بیرونی ماهیچه‌ای بیرونی ماهیچه‌ای بیرونی ماهیچه‌ای بیرونی ماهیچه‌ای بیرونی خودش به چند بخش تقسیم میشه؟ حلقوی و طولی و حلقوی معده یه حلقوی اضافه بود. بیرون یه خارجی ترین لایه مونه. جنسش جنس چی بود؟ پیوندی سس. هر چهارتاشون پیوندی سس. آفرین. هر چهارتاشون پیوندی سس رو دارن. خب لایه بیرونی. علاوه بر این که تو خود ساختار و همه قسمت‌های روده گوارش هست، اگه ایمریه، اگه معده است، اگه روده باریکه، اگه روده بزرگه، تو همه قسمت ها خارجی ترین لایه لایه بیرونیه. حالا یه جاهای این لایه بیرونی تو حفره شکمی میاد اندام هایی که شکم هم هستن دست هم حفره شکم هستن رو از خارج و هم دیگه بس میکنه. حالا ممکنه این اندام ها جز اندام های روده گوارش باشه، ممکنه نه جز اندام های روده گوارش نباشه. مثلا ما اینجا تقال هم داریم، تقال جز روده گوارش نیست، اما اندامی که تو حفره شکمیه از پردازی خوب بگونیم که هم میتونه بخشه. یا کلیه ها، کلیه ها جزی از روده گوارش نیستن، اما سفاقه میتونه اون رو هم احاطه بکنه. از همهشون هم رگ‌های خونی دارن، جزی اون خاطر. کبد هم جز بیرونی بکنه. کبد جز اندام های مرتبط با روده گوارش دیگه اینجا قرار بگیره مثلا. پس توی پرده سفاق. تنها بخشی که توی پرده سفاق نیست، بخش بالایی مریه و هر آنچه که بالاتر از مری قرار میگیره که بقیهش توی حفره شکمی و اون احاطهش میکنه. پس بیرونیه جزی از پرده سفاق یا روده بند میتونه باشه. ماهیچه ای طولی حلقوی گفتیم به خاطر آرایش، شکل آرایش بافت ماهیچه ای هستش که ما این نام رو براش میذاریم. بافت ماهیچه ای چی کار میکنه؟ حرکات لوله گوارش از این میاد، یعنی اون حرکات کرمی قطعه قطعه کننده که دیدیم به خاطر این هستش که حلقه های انقباضی که توی اینجا تشکیل میشه و لایه ماهیچه تو حرکات لوله گوارش نقش داره. تو لایه ماهیچه علاوه بر بافت پیوندی سس دیگه چی میدیدیم؟ شبکه های عصبی. آفرین. شبکه سلول های عصبی رو هم آفرین. تو زیر مخاطی ما باز این شبکه عصبیه رو داریم. رگ‌های خونی هم داریم. لایه زیر مخاط نقشش چی بود؟ ماهیچه رو بود. لایه مخاطی شاید مهمترین بخشی که بعد از اینجا دیگه ما باهاش کار داریم توی گفتارهای بعدی لایه مخاطی است. جنسش بافتیه؟ چه نوع بافت پوششی داریم که لایه مخاطی رو تشکیل داده؟ تو معده و روده باری استوانه یه لایه. تو معده چی؟ تو معده که بافت پوششی من استوانه یه تک لایه نرو یه بافت دیگه بود سنگ فرشیه توی معده و روده باریک بافت پوششی استوانه یک لایه است، ولی تو معده سنگفرشی چند لایه است. دهان سنگفرشی چند لایه است. بسته به اینکه کدوم بخش از روده گوارش متفاوته.
دیگه سوال آمیلاز میاد چیکار میکنه؟ میاد فقط اینا رو ریستر میکنه به جای اینکه اینا به هم دیگه وصل بشن اینا میاد تیکه تیکه میکنه کوچیکترش میکنه اما کامل به واحد سازنده تبدیلش نمیکنه نقشش اینه که آمیلاز رو ما بزاق داریم دیگه تو معده نداریم فعالیتش رو و بعد میره توی روده باریک دوباره فعالیتش رو داریم به واسطه آمیلاز ها که حالا بخش دیگه هم ترشح میشه یه سوال توی گوارش شیمیایی گفته بود که مواد رو به واحد سازنده تبدیل می‌کنه بعد اونجا شما تعریف کردین گفته بودین که این آواز گوارش شیمیایی نشاسته است و آواز گوارششه دیگه گوارش شیمیایی یعنی چی یعنی اینکه این نشاسته تو بعد از اینکه آمیلاز روش تاثیر گذاشت دیگه نشاسته نیست 3 تا 5 تا 10 تا مونوساکارید که به هم دارد پس گوارش شیمیاییش آغاز شده ولی آیا گوارش شیمیاییش تموم شده یعنی اینا تک تک شدن نه این اتفاق توی روده باریک بوده یعنی پایان گوارش شیمیایی همه مواد توی روده باریک کیموس هم بچه ها بکنم پرسی دارن کیموس چی؟ که قضا وقتی که میاد توی معده تو معده شروع میکنه به مواجهه با دو تا چیز یکی اسیدهایی که توی معده هست یکی آنزیمهایی که توی معده هست که این اسید و آنزیم شروع میکنن یه قضا رو نرم کردن، خورد کردن، گوارشش میرهشش شروع کردن وقتی که غذای ما با اسید و آنزیم ها ترکیب بشه وقتی غذای ما با اسید و آنزیم ها مخلوط بشه ترکیب بشه فیرمن میدیم با هم دیگه یک مخلوط خمیری شکل خمیر شد به اسم کیموس رو ایجاد میکنه پس کیموس ترکیبی از غذا، اسید و آنزیم ها هستش. کیموس اسیدیه یا قلیه هایی؟ اسیدیه چون که با اسید ترکیب شده. پس اسیدیه. اگه کیموس از معده بیاد تو معده بهش چی میگی؟ ریفلاکس بهش میگیم ریفلاکس یا همون ترش کردن که درباره صحبت کردیم. کاردیا خوب منقبض نمیشه. کیموس از درون معده برمیگرده به اسید ها آنزیم های معده میشه شیره نه آره ترکیبی از اسید ها آنزیم های معده میشه شیره تو این کتابه زده وقتی حالت تعقوبتون نسیده معده دو طرف هم تر رو
رفتار لفت باز میشه هم برگرد در حالت نورمال دستگاه باز میشه. دستگاه گوارش شما جهت حرکت مواد یک طرف است دیگه، از دهان فضا حرکت میکنه به سمت مخرج، اما توی مکانیسم استفراغ جهت حرکت فضا عکس میشه، از ابتدای روده باری و خود معده فضا برمیگرده به سمت دهان، یعنی از از ابتدای روده باری میتونه، یعنی اگه مکانیسم استفراغ خیلی شدید باشه ابتدای روده باری رو هم میتونه تخلیه بکنه. دیگه سوال برمی درس جدید. خب کیان یه این اومد بعد آقای من که من بزارم نیکیه شکلن و در بافت پیوندی سست زیرشون فرو رفتن. اوکی؟ حالا به من بگو سلول هایی که توی حفره معده داری میبینی تو بافت پیوندیه که همون صورتی است که داری دورش میبینی بیشتر فرو رفته، یا سلول های قده معده عمیق‌تر شده فرو رفته تو بافت پیوندی زیرش؟ پس ما توی بالایی مخاطی معده دو تا بخش رو میبینیم، یکی بخش قده معده، یکی بخش قده معده. کلن هم لایه مخاطی چه سلول هایی که توی حفره معده، چه سلول هایی که توی قده معده، سلول ها اون از چه میگن؟ استوانه‌ای که چه اتفاقی براش افتاده؟ در بافت تو
پوشش دوات پیوندی سس زیرین خود فرو رفتن. اونایی که عمیق‌تر فرو رفتن خود به در ایجاد کردن. کمتر فرو رفتن حفره های معده رو ایجاد کردن. خب تو حفره معده اومده به سلول های در حقیقت بافت پوششی کد از نوع استوانه یک لاین اسمم داده. چی گفته بهشون؟ این کرما رو چی هر باید ایرادی کرده؟ سلول های پوششی سر. تو حفره معده بسته سلول های پوششی سطحی داره. تو قده معده چه سلول هایی داری؟ کناری اصلی ترشح کننده ماده خب تا اینجا بود که ما اومدیم داریم مخاط معده رو بررسی میکنیم. تو مخاط معده دو بخش میبینیم، یه بخش حفره مانند که سلول‌های استوانه‌ای یک لایه اون لایه مخاطی مونن که یک هم بافت پیوندی زیرینشون فرو رفتن، سلول‌های بخش غده مانند که خیلی دیر رفتن اون بافت پیوندی زیرینشون عمیق شده. حالا بریم ببینیم نقش هر کدوم از اینا چیه، یعنی سلول پوششی سطحی ها چی کار میکنن، کناری ها، اصلی ها، ترشح کننده ها. سلول های پوششی سطحی اصلا من تصویر نمیم. خب سلول های پوششی سطحی چی ترشح میکنن؟ یک، ماده مخاطی. دو، یک ماده به اسم بیکربونات یا آکسی‌اوسه منفی. از سلول های پوششی سطحی دو تا ماده ترشح کردم، یکی ماده مخاطی یکی بیکربونات. خب ماده مخاطی رو همین اول جلسه گفتیم اگه ایجاد بشه چه شکلی ایجاد میشه؟ ماده مخاطی موکوز اینا چسبانی. چی تشکیلش داده؟ از چی تشکیل شده؟ آب جذب میکنه چسبانی میشه. چی آب جذب میکنه چسبانی میشه؟ موسین ترشح میکنه. موسین آب جذب میکنه و حالت ژله شکل پیدا میکنه. خب اون ماده مخاطی. حالا بیکربوناتی هم که توسط سلول‌های پوششی سطحی ترشح میشه میاد این لایه مخاطی به قوله که تقریبی ژله‌ای رو قلیایی میکنه. محیط معده خودش اسیدیه خب، ولی به خاطر اینکه بگم مثلا اینجاها پر اسید، به خاطر اینکه این اسیده نیاد روی لایه‌های زیرین تأثیر بذاره، نیاد روی لایه مخاطی رو تخریب بکنه، زیر مخاطی رو تخریب بکنه، چون اسید معده بهتون گفتم اسید خیلی قویه، pH‌اش 2ه. او آهن بریزی آهن رو نابود می‌کنه. دیگه چه برسه خود بافت معده. اما ما یه مایه ماده مخاطی داریم. یعنی میاد این سلول پوششی سطحی روی لایه مخاطی ما رو میپوشونه. حالا اسیدی هم که اینجا هستش دیگه با این ماده مخاطیه در تماسه، با لایه زیرین در تماس نیست. بیکربوناتی هم که ترشح میشه میاد روی این لایه ژله‌ای ما رو، لایه ماده مخاطیه ما رو باز میپوشونه. چه خاصیتی بهش میده؟ قلیایی. و باعث میشه که سلول های زیرین از دسترس اسید و آنزیم در
تمام بمونن، لایه زیر مخاطی، لایه نقشش محافظت یعنی چه گفت لایه مخاطی تحمل بیشتر دایه آره به خاطر اینکه داره به عنوان پیشمرگ عمل میکنه برای لایه های دیگه که اسید معده لایه های دیگه رو از بین دلیلش میشه با سری دو تا بافته یعنی که مثلا وقتی قزین به سیگار میکشن دور اون یه حالت شبیه قیروانن میشه دیگه چون اشامی داره از این کسی محافظت میکنه دیگه این میشه دیگه قزین که میکشن که میره توی راستای تنفسی اون تو روی هست دیگه بعد اون شکلی ممکنه واسه تحمل بیشتر واسه دو تا نو بافتشه یعنی چه دلیلش این باشه این بافت نه خب اون این بافت داره که همه جا داری بافت پیوندی سوس و همه جا داری چندم داری چیزم داری دلیل این که در برابر اسید و آنزیم محافظت میشه چون ماده مخاطی زیادی ترشح شده چون تیکربوناتی ترشح شده که این ماده مخاطی رو قلیایی کرده پس اسید اگه این برخورد بکنه نمیتونه از بین ببره اسید و قلیه یه ترکیب خونسا در اینجا تشکیل میدن پس دیگه لایه های زینی تحت تاثیر اسید قرار نمیگیره خود جا رفت برمید اسید کلش بیکربوناته اسید کلش شیره معده که ملت اسیدی داره آره به اون لایه ژله‌ایه برخورد میکنه دیگه به لایه های زینیش برخورد نمیکنه خب بچه های من سمتشون متوجه هستن دوباره ببین ما گفتیم که ما بذاریم شما شکل کتابتون رو از این نگاه کنید اینجا نگاه بکن این چیزی که تو شکل داری میبینی لایه مخاطی معده لایه مخاطی کدوم لایه است؟ اون لایه هستش که قرار با مواد غذایی شیره معده و اینها در تماس قرار داره. چه جنسی داره؟ بافت پوششی. بافت پوششیش از شنای استوانه یک لایه. یه سری از سلول‌های استوانه یک لایه مخاط معده تو در بافت پیوندی سست زیرینش فرو رفته. حفره ایجاد کرده. رفته تو. خب؟ به اینها میگیم سلول های حفره معده یه سری هاشون اما ندیگه خیلی در بافت پیوندی زیرینشون فرو رفتن اینا که خیلی تو بافت پیوندی زیرین و بافت پیوندی سسته عمق شدن سلول های قده حالا سلول های تو حفره معده هستن یه اسم براشون گذاشته گفته سلول هایی که اینجا میبینی سلول های پوششی سطحی اسمشون سلول ها استوانه می شکلن خیلی تو بافت پیوندی زیرین فرو نرفتن همون سطح لایه مخاطی اما یه سری از سلولات نه خیلی عمیق شدن توی بافت پیوندی سست زیرینشون خیلی فرو رفتن اینا میشن سلول هایی که قده معده رو می سازن سلول های ترشح کننده ماده مخاطی داریم توی اینجا سلول های کناری داریم و سلول های اصلی داریم که میشن سلول های ترشح کننده قده حالا سلول های پوششی سطحی که داری میاد دو تا ماده ترشح میکنه چی و چی؟ بیکربنات ماده مخاطی ماده مخاطی که ترشح میکنه در حقیقت موسینه که آب چسب کرده یه ماده ژله‌ای و چسبناک ایجاد کرده و به واسطه بیکربناتی که میاد روی اون لایه قلیایی قرار میگیره یک محیط قلیایی و ژله‌ای رو ایجاد میکنه که لایه های زیرینش رو یعنی اگر اون ماده قلیایی و ژله‌ای بیاد اینجا قرار بگیره حالا مواد غذایی اسید و اینهای معده هم بیاد اینجا قرار بگیره لایه های زیرینی که در اینجا ها تو میبینی دیگه در تاثیر اسید قرار نمیگیره چون اول برخورد میکنه به اون لایه ژله‌ایه خونسا میشه چون بیکربنات دارن خونسا میشه حالت خونسا پیدا میکنه اسید با قلیه ترکیب بشه که حالت خونسا پیدا میکنه گاهی اوقات در اثر عوامل مختلف ممکنه که این لایه مخاطی شما تخریب بشه خب اینا هم که پیشیده بودم اسید اگه لایه مخاطی تخریب بشه این ماده مخاطی نباشه اون ماده قلیایی نباشه توی بخشی چه اتفاقی میفته
تو زخم معده دقیقا همین اتفاق میفته به دلایل مختلفی. یکی از دلایلش یک باکتریه به اسم هلیکوباکتر. هلیکوباکتر پیلوری اسمش رو نمیخواد حفظ کنی. عامل زخم معده. یه جور باکتریه. باکتریه میاد تو معده، میاد توی همین ماده مغذیه قایم میشه، شروع میکنه اینجا تکثیر شدن. تکثیر میشه ماده مخاطی رو از بین میبره. ماده مخاطی رو که از بین ببره اسید معده اینجا میتونه با لایه های زیرین در تماس قرار بگیره. لایه های زیرین یعنی لایه مخاطی و حتی با روغن لایه زیر مخاطی رو از بین میبره اسیدی که وجود داره و باعث ایجاد زخم میشه. گاهی اوقات هم اون زخم دچار خونریزی میشه چون شما تو لایه زیر مخاطی و اینها عروق خونی هم دارید دیگه. رگ‌های خونی رو هم تخریب می‌کنه، طرف خونریزی معده می‌کنه. دلیل خونریزی معده اینه، یعنی یک زخم توی معده ایجاد میشه. زخم اونقدر عمیق میشه که حتی میتونه بافت‌های زیرینش رو هم تخریب بکنه و عروق خونی هم بسته. خب یه سری زخم معده همینه. زخم معده که میگن همینه. یکی از دلایلش این باکتریه که میتونه این شکلی باشه. باکتری ها از راه مواد غذایی مختلف فعال میشه. نقش نداره که باکتری راست این دوره. از دست ریزوزیم و اینا فرار میکنه، میاد تو محیط معده. تو محیط معده هم با اون اسید معده کنار. اسید معده هم نمیشه. اسید میده. اون اسید دوست داره. هر چقدر با اون اسید بیشتر و اسید معده رو میشه این بگیرم. میاد با اونجا تکثیر میشه. یکی از دلایلش اینه. بعد مثلا یه سری اسید معده‌شون زیاده است، بعد به تولد میاد به مرور زمان پیش میاد. ترشح اسید معده به دلایل مختلف بستگی داره. مثلا مکانیزمای عصبی، استرس میتونه ترشح اسید معده رو زیاد کنه. یه سری هورمون ها هست که میتونه ترشح اسید معده رو افزایش بده. دلایل مختلف. خود زخم معده هم که دارم میگم یکی از دلایل هلیکوباکتره. ممکنه که فرد علت سبک نامناسب زندگی انقدر گشنه بمونه یا ریتم غذا خوردنش انقدر بی حساب و کتاب باشه. یه روز ساعت 2 غذا میخوره، یه روز ساعت 6 نهار میخوره، یه روز ساعت 8 شب نهار و شام با هم میخوره. چون معده هی خالی میمونه، اسید ترشح میشه، خود اون افزایش اسید توی معدهش هم میتونه این کار رو انجام بده. بعد چی میشه که جوش میاد بالا؟ اون میشه باز همون ریفلاکس دیگه، کاردیوشون میشه. این همین اسیدی که گفتیم میتونه در اسم لایه نیرونی پرده استفاق و پاره کنه؟ نه دیدم پس دیگه معمولا شدید نمیشه چون فرد دیگه به لایه زیر مخاطی برسد درد خودش به بیمارستان مراجعه میکنه، برا خونریزی میکنه، برا خون بالا میاره دیگه. بعد دلایل مختلف پاره شدن پرده استفاق معمولا توی تصادف ها یا توی ضربات شدید که به شکم وارد بشه اتفاق میفته. عفونت هم گاهی اوقات میتونه باعث بشه. خود ترمیم بشه دیگه. ترمیم میتواند بشود ولی باید سری بیمارستان همین دیگه ترمیم بشه. وقتی معده رو شستشو بدم قبلش چه اتفاقی افتاده؟ مثلا نیاز به شستشو دارم. سوستشی یه بدی در این مختلف داره. مثلا طرف میخواد قرص میخوره، خودکشی کنه، مثلا 2000 تا قرص کلوناسپام هم داره، خواب آور هم داره میخوره. خب به خاطر این که جذب رو چون یه سری مواد دارویی از طریق معده جذب میشن، جذبش اندکه ولی جذب یا اینکه نرسونه روده جذب بیشتری اتفاق میفته، کل محیط معده رو شستشو میدن. با چی؟ با کربن فعال، یه ماده سیاه رنگ به شکل زغاله. اون میره و اون مواد شیمیایی رو جذب خودش میکنه، دوباره اون مواد ساکشن میکنن و اون فعال رو میگیره. خب پس این درباره سلول هایی که توی حفره معده و سلول های پوششی سطحی ما دو تا ماده ترشح میکنن. ماده مخاطی، بیکربنات. ماده مخاطی آب و موسیم بود، بیکربنات ماده فریایی بود. هر دو تای اینها کارشون چیه؟ محافظت از لایه های زیرین از اثر اسید و آنزیم. ماده مخاطی
هم ماده مکافیه هم میکربونات در کنار هم یک لایه ژله بریایی ایجاد میکنن که لایه های زیر از اثر استانسی محافظت. خب بریم سراغ قده معده. نفس عمیقی بکشید اکسیژن رو مغزتون به داره. وقتی شما الان نفس میکشید دی اکسید کربن بیشتر هوا که آلوده است. ماسک هم بزنید. خب توی قده معده شکلتون رو ببینید. تو شکلتون نگاه کنید. یه بخشی رو نوشته قده معده. قده معده سه نوع سلول داشت دیگه. سلول های ترشح کننده ماده مخالی، سلول های کناری، سلول های مصنوعی. سلول های ترشح کننده ماده مخالی رو اگر نگاه بکنید هم بالای قده معده است، یعنی خیلی باز نسبت به سلول های اصلی و کناری سطحی تره. درسته؟ خب سلول های ترشح کننده ماده مخالی اسمش روشه، چی ترشح میکنه؟ ماده مخالی ترشح. پوششی سطحی هم ماده مخاطی ترشح میکنن، اینا هم ماده مخاطی ترشح میکنن. ماده مخاطی هم که اینا ترشح میکنن باز یک لایه محافظتی اضافه تر هم تو اون بخش های پایین داره برای شما ایجاد میکنه. اما یه تفاوتی هست، سلول های ترشح کننده ماده مخاطی توی قده معده فقط ماده مخاطی ترشح میکنن، دیگه بیکربنات رو اینها ترشح نمی کنن. پس تنها سلول هایی که توی معده شما بیکربنات میتونه ترشح بکنه کیه؟ سلول هایی که میتونن ماده مخاطی ترشح بکنن کیا هم تو معده؟ هم پوششی سطحی هم ترشح کننده ماده مخاطی. کدومشون میتونه بیکربنات ترشح کنه؟ فقط پوششی سطحی یا ماده مخاطی ترشح میکنن، این یکی ها فقط ماده مخاطی. فقط پوششی سطحی. کی میتونه ماده مخاطی ترشح بکنه؟ هم پوششی سطحی هم ترشح کننده ماده مخاطی که توی قده معده هست. بسی یه سوال، شما ماده مخاطی که ترشح میکنه وظیفه محافظت داره؟ آره، ماده مخاطی هم که اینا ترشح میکنن باز نقشش حفاظت. اینا مثلا زاپاسه که اگه اون نتونه چیز کنه این بتونه کمک کنه؟ نه، اصلا میاد قطر اون لایه مخاطی تو زیاد میکنه. تعداد سلول های پوششی سطحی با تعدادی که دارن یه حجم ماده مخاطی میتونه ترشح بکنه. برای اینکه این حجم بیشتر بشه، حفاظت بیشتر اتفاق بیفته، اینا هم میان کمک میکنن، اینا هم یه لایه. ولی لایه ای که میتونه بیکربنات ترشح کنه فقط پوششی سطحی، یه لایه خارجی بیکربنات. بیام سراغ دو تا سلول اصلی که باهاشون کار داریم، یعنی سلول های کناری و سلول های اصلی. شکل B تو نگاه بکن، شکل B رو نگاه کن باش کار. کدوم یکی از سلول ها تو اینجا تعدادشون بیشتره؟ سلول های اصلی یا کناری؟ اصلی. پس سلول های اصلی تو نسبت به سلول های کناری تعداد بیشتره. کدوم اندازش بزرگتره؟ کناری. پس سلول های کناری به نسبت سلول های اصلی اندازه بزرگتری دارن. کناری ها بزرگتر تعداد کمترن، اصلی ها تعداد بیشتر اندازش رو کوچیک کرد. حالا یافته های کناری بنفشه می داره جیه؟ نه آره. اینا کناری هست، یکی ها در حیبر سلول های هستی. اول از سلول کناری رو میگم، نقش ها و کارهایی که انجام میده. بعد که هم سراغ سلول هستی خواب کنم.
کناری. سلول های کناری که تو کجا قرار گرفتن؟ توی بخش غده معده، یعنی جزء سلولایی که خیلی تبیین شدن. سلول های کناری دو تا ماده رو انجام دادن. یک هاش سی ال یا اسید کلوریدریک، دو فاکتور یا عامل داخلی معده. پس دو تا ماده توسط سلول های کناری در غدد معده ترشح میشه، یکی HCl یا اسید کلوریدریک که همون اسید معده یکی در باید صحبت میکنیم که پیچش دوه لایه های زیری رو نابود میکنه، خیلی مثلا قبلیه، یکی هم فاکتور یا عامل داخلیه. خب اسید کلوریدریک چی کار میکنه؟ چند تا نقش داره؟ یکی حالا پیدا میتونه کمک کنه. به هضم غذا میتونه کمک بکنه. یعنی تو فرایند گوارش میتونه کمک کننده باشه. ذره های غذا رو ریز میکنه، خورد میکنه، لهشون میکنه. دو، در برابر بعضی باکتری ها از معده محافظت میکنه. چرا میگم بعضی از باکتری ها شو میبینی؟ هلیکوباکتر یه باکتریه که اسید معده روش تاثیری نداره. اگه یه باکتری با لقمه غذایی عادی خوردی، یه باکتری اومده توی محیط معده قرار گرفته، اگه باکتری خیلی سمجی نباشه، کار با معده نداشته باشه، اسید معده کلکش رو میکنه. پس هم توی هضم غذا نقش داره، هم در برابر بعضی از باکتری‌ها از معده محافظت می‌کنه. پس در حقیقت درسته که بدون توی ایمنی بدن ما می‌تونه نقشی پا بکنه. پس در ایمنی نقش داره. فاکتور داخلی معده نقشش محافظت از ویتامین B12. یه مریضی بزنیم به بحث ویتامینا. تو موضوعتون قبلا خوندید. ویتامینا به چند دسته تقسیم میشن؟ محلول در آب، محلول در چربی. ما ویتامین ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. ویتامین های محلول در چربی چیان؟ B12
دیگه بقیه شرطی که هست دیگه کیا داشتیم؟ دی دی بیا که این بالا داریم دی 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 ای هم کام باشه کا د ای ها اینا ویتامین های محدود در چربی هم باید نقشه مختلف دارن دیگه ویتامین سی مثلا توی سلامت پوست توی سلامت رگ‌های خونی تو همه اینها میتونه نقش داشته باشه مثلا کمبود ویتامین سی میتونه باعث خونریزی از لثه ها بشه حالا ما معمولا خیلی کمبود ویتامین سی نمیگیریم ولی بیشتری ها دی میگیرن آره قدیما که حالا مثلا مواد غذایی زیاد در دسترسشون نبود یه بیماری بود به اسم اسکوربوت تو اسکوربوت انقدر سطح ویتامین سی بدن فرد کم میشد که شروع میکرد به خونریزی داخلی کردن حتی یعنی اینقدر عروق خونی رو میتونه سلامتش به تن بکنه ویتامین های گروه بی هم متفاوتن مثلا B1 توی شنوایی میتونه سلامت گوشمون رو باعث بشه B2 مثلا توی سلامت سیستم عصبی ویتامین های B9 و B12 برای پوست گلوبول‌های قرمز آمپولشان چیزه سوشی توستان به گلوبی های قرمز نمیش دارم به دوازده و به دو به شیش هم پس برای همه گلوبی ویتامین معلوم در چربی ویتامین دیو دیگه همه تو میدونید خدا رو شکر ما بزرگی همه شما بده آف آفتاب برای مثلا ریزش مو و افسردگی و دیگه دفعه افسرده شدی و ویتامین ای که حالا تو سلامت پوست و اینها نقش داره ویتامین آ توی بینایی سلامت چشم نقش داره پوستم نقش داره ویتامین کا نقشش چیه؟ حتما خوبی نه چی هست؟ توی انعقاد خون نقش داره انعقاد خون چیه؟ لخته شدن خون یه جلد بدنتون که دچار خون ریزی میشه برای اینکه خون لخته بشه دور خون ریزی بند بیاد شما نیاز به ویتامین کا دارید اگه ویتامین کا کم باشه خون ریزی بند
فشار خون داشته بزن میری دندون پزشکی میگن که فشار خون داری بدی. خب اون رفتی اون نده، اون بخواد اینکه آمپولی هستی که میخواد بزنه بدون خون دار بزنه یا بدون اتفاقی بزنه که ضربان قلب زیاد. خب ویتامین K پس تو انعقاد خون نقش داره. کسایی که توی مثلا تو جراحی یا تصادفات دچار خون زیادی شدید میشن، برای اینکه خون سریع رفته بشه میان از تزریق ویتامین K استفاده میکنن که خون سریع رفته شدنش اتفاق بیفته. حالا ما اینا رو فاکتور داخلی معده از ویتامین B12 در محیط معده محافظت میکنه. ویتامین B12 برخلاف بقیه ویتامین ها ویتامین لوسیه، یعنی اگر در مواجهه با اسید معده قرار بگیره از بین میره. فاکتور داخلی معده چیکار میکنه؟ بادیگارد ویتامین B12 میشه. ویتامین B12 رو کوت میکنه، میپوشونه و باعث میشه که ویتامین B12 در تماس با اسید و آنزیم های معده قرار نگیره، بره تو روده باریک، تو روده باریک جذبش چی؟ چی دارش رو پوشش میدن ازش؟ فاکتور داخلی معده دور ویتامین B12 رو میگیره، نمیذاره ویتامین B12 با اسید و آنزیم در تماس باشه، میفرستدش توی محیط روده باریک، تو روده باریک دیگه جذبش اتفاق. سوال؟ بله، اصلا کلا جذب همه ویتامین ها توی روده باریکه. بقیه ویتامین ها نیاز به بادیگارد و محافظ و این داستان ها ندارن، ولی ویتامین B12 نیاز. ویتامین B12 گفتیم توی چی نقش داره؟ ساخت گلبول های قرمز یا گوچه های قرمز. خب نقش گلبول های قرمز رو بگو ببینم. پس اکسیژن و لیتر همه سی او دوشون دیوستر کربون و اکسیژن دوستخون ها که لازم نیست تو مغز و سوال ها اینو میگم بده. قلوبون قرمز چی کار میکنه؟ هم گازهای تنفسی اکسیژن رو به سلول ها و بافتای شما میرسونه، دیوستر کربون رو ازشون میگیره که تو بازدم شما بتونید اون دیوستر کربون رو خارج بکنید. با دم اکسیژن میگیریم، گلوبول قرمز این اکسیژن رو سوار میکنم میبرم به سلول های مختلف میرسونم. بازدم که انجام میدید در حقیقت دی اکسید کربنی هستش که از سلول های بدن تو جمع آوری شده داره خارج میشه. پس نقشش نقش مهمیه در انتقال گازهای تنفسی نقش داره. کجا ساخته میشه اصلا گلبول قرمز؟ توی مغز و مغز قرمز و استخوان. پس محل ساختش میشه مغز قرمز. حتما بگو مغز قرمز و استخوان، چون ما مغز زرد هم داریم و استخوان و جایی که سلول های خوب و گلبول های قرمز ساخته میشود مغز قرمز استخوان. تو مغز قرمز استخوان گلبول های قرمز ساخته میشه. برای ساختش هم نیاز به ویتامین B12. برای اینکه ویتامین B12 از روده باریک درست جذب بشه، برای اینکه از محیط اسیدی معده سلامت به جان سالم به در ببره، کی کمک میکرد؟ میگیم دیگه فاکتور داخلی معده، فاکتور داخلی معده از ویتامین B12 محافظت میکنه. برای اینکه ویتامین B12 بتونه از معده به سلامت عبور بکنه، برسه به روده باریک و تو روده باریک جذبش اتفاق بیفته. فاکتور داخلی معده رو کدوم یک از سلول های معده ترشح میکرد؟ سلول های کناری که جزئی از سلول های بدن معده، ولی اگه بگیم کدوم سلول ها باید بگیم سلول کناری. پس یه بار دیگه کی فاکتور داخلی رو ترشح میکنه؟ سلول فاکتور داخلی از چه ویتامینی محافظت میکنه؟
پایین به 12 چه فرآیندی نقش داره؟ پروتکل کجا ساخته میشه؟ یه نفری یه بنده خدایی در سن 40 سالگی به سرطان معده دچار میشه. مجبوره یه بخشی از معدهش رو بردارن. یه بخشی از سلول‌های معدهش رو از اون لایه مفاصل مجبوره پزشک برداشت بکنه. خب، وقتی یه بخشی از سلول‌های مفاصل معده کم بشه، قبول دارید که یه سری از سلول کناری ها رو هم برمی‌داریم؟ فرد دچار کم خونی میشه. سرطان داشته، یه بخش از معده برداشته شده، ما خورده داشته، خورده سرطانی داشته. اونجا تصویر نمیفته. نداره، هیچ نمیم میگم. این پنج نفری هستید، من داشتم سرطان، بخش از معده برداشت میشه، کم خون. فرد دچار سرطان میشه، بخشی از معدهشو برمیدارن و فرد دچار کم خونی شدید میشه. علتش چیه؟ چرا ساخته نمیشه؟ فاکتور نداره. چی جذب نمیشه؟ بدون چی نقش داشت؟ توی ساخت سلول‌های قرمز پس اگر سلول‌های کناری آسیب ببینه یا به علت سرطان مجبور بشن بخشی از معده رو بردارن، چون سلول‌های کناری نمیتونن به میزان کافی فاکتور داخلی بسازن، یه بخش از ویتامین های B12 محافظت نمیشن، از بین میرن. پس جذب ویتامین B12 توی این فرد کم میشه. ویتامین B12 کم بشه، ساخت گلبول های قرمز کم میشه. ساخت گلبول های قرمز که کم بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه سرطان داشته باشه فقط کناری رو برمیدارن؟ نه، یه بخشی از قرمز هم از اینجا برمیدارن هم کناری و دوباره ساخته میشه میگه چی؟ نه دیگه مثلا اگه برداشت رو به همراه سلول ها برداشتن اون بخش رو یه بخیه زادن رو سمان شده اون بخشی که وجود ندارن سلول هاش از میرن خب یعنی جای بازی نمیشه؟ خب کمکنش رو چجور تو شکانه خب یه زر تو باز کنسانی رو ترمون کمخونی ها رو چیکار میکنم؟ مکمل های غذایی یعنی باید ویتامین B12 مصرف بکنه بیشتر از میزان نورمالی که از مواد غذایی میگیره بیشتر بشه فاکتور داخلی در حقیقت میتونه تعداد ویتامین های B12 بیشتر بشه چی؟ چرا دیگه اگه شبیهش بشه؟ پیوند نده نداری نه اینجا ویتامین B12 جذب نمیشه توی بدن؟ جذب ویتامین B12 دچار اختلال می شود و باعث کم خون می شه. حالا فردی که کم خون بشه چه علائمی داره؟ خستگی، سردرد، ریزش مو خستگی داره، ریزش مو می کنه، رنگ پریده به نظر ده. که همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اکسیژن کافی به اندام‌ها و وافر بدنش نمیرسه. سردرده به خاطر کمبود اکسیژن، سرگیجه به خاطر کمبود اکسیژن، خستگیه به خاطر کمبود اکسیژن. اصلا همه اینا هم دارم ولی کمخونی نکنم. اینجا ویتامین دید کم. من کمخونی دارم. ویتامین دید هم تازاز منشه. سی یا آلا خیلی چیز دید. سی کمه. من ماسک میزنم سردرد میگیرم شد. خب به خاطر اینکه به خاطر اینکه گلبول های قرمز کم بشن حمل اکسیژن هم کمتر اتفاق میفته. عادت ندارم اصلا اینجور درس چیزی تخت و هر دهر دهر میخواب این تو تو بنویسی خیلی واقعا در اون هر دوستا در اون سخت گذاشته این کرده هم بنویسی بچه شما صدا داریم؟ هفته دیلی دارست به یک بخون برای
حالا خود پپسین هم
میتونه بیاد رو پپسینوژن اثر بذاره و باعث بشه پپسینوژن به پپسین تبدیل اتفاق بیفته. پس چی شد؟ پپسینوژن یک پروتئاز غیر فعاله، یعنی توانایی تجزیه پروتئین رو نداره. باید تبدیل بشه به شکل فعاله. شکل فعالش چیه؟ پپسین. چه شکلی پپسینوژن به پپسین تبدیل میشه؟ به کمک اسید کلوریدی. حالا وقتی یه دونه پپسینوژن به پپسین تبدیل شد، پپسینی که تولید شده خودش میتونه بره رو پپسینوژن تاثیر بذاره و مجددا پپسینوژن رو به پپسین تبدیل بکنه که تبدیل پپسینوژن به پپسین رو افزایش بده. یعنی چی؟ مثلا این شکلی بکنه. این محیط معده، اینا پپسینوژن. اسید کلوریدریک میاد روی یکی از این پپسینوژن ها اثر میذاره، پپسینوژنتون رو به پپسین فعال تبدیل میکنه. الان این قرمزه شد پپسین فعال. حالا این پپسین فعال میتونه بره رو پپسینوژن دیگه ای تأثیر بذاره، اون رو تبدیل بکنه به پپسین فعال. دوباره این که تولید میشه میتونه بره دیگه پپسینوژن دیگه تاثیر بذاره، اونو تبدیل بکنه به پپسین فعال. و به همین شکل تو سلول فنری نبود. چی؟ هاستیه. خب تو سلول فنری نبود. آره. نه تو سلول اصلی نیست که هاستیه که هستش ترشح میشه میاد خارج از آب. یعنی این شکلی رو حساب بکن که این محیط معدته، یه سری سلول های کناری داری، یه سری سلول های اصلی داری. خب سلول کناری ها چی آزاد کردن؟ هاشیه آزاد کردن درون کیسه معده، اومده توی فضای کیسه مانند معده قرار گرفته. سلول اصلی ها چی آزاد کرده؟ پپسینوژن آزاد کرده. حالا اینا اینجا با هم دیگه ترکیب میشن، اینجا هم دیگه رو میبینم. الان هم پپسینوژن به پپسین تبدیل میشه، معده هم اسید میکنه؟ نه، آنزیمه دیگه، آنزیمه تأثیر روی اسید یا بدیاری شدنه نداره، اما آنزیمه برای اینکه عمل کرده درستی داشته باشه به محیط اسیدی نیاز داره. یعنی اگه تو پپسینو برداری ببری، پپسینوژن رو برداری ببری توی محیط قلیایی، هیچ کاری نمیتونه بکنه چون اصلا به پپسین نمیتونه تبدیل بشه. عملکردش فقط محیط اسیدی بهتره. فقط یه بار به پپسینوژن به پپسین فعال میشه دیگه، چون فعال شده همونجور روند ادامه پیدا میکنه. آره دیگه وقتی فعال شد، حالا مثلا این پپسین تو میاد به یه مولکول پروتئینی برخورد میکنه، حالا میتونه مولکول پروتئینی رو تجزیه بکنه. پس گوارش پروتئین ها از کجا آغاز میشه؟ از معده. چرا؟ چون ما تو معده یه آنزیمی داریم به اسم پپسین که میتونه پروتئین ها رو به مولکول های کوچیک در تبدیل بکنه. یادت باشه واحد سازنده پروتئینمون چی بود؟ آمینو اسید. یعنی تعداد زیادی آمینو اسید کنار هم دیگه قرار گرفتن یه پروتئین رو ایجاد می‌کردن. پپسینی که تو معده داری نمیتونه پروتئین رو تبدیل بکنه به آمینو اسید های پک، فقط میتونه مولکول پروتئینی تو رو کوچیک بکنه. یعنی بیاد یه پیوند اینجا بشکنه، اینم اینجا بشکنه، پروتئین تو به جای اینکه این شکلی باشه این شکلی بشه، تعداد آمینو اسید های کمتری به آن بشه، مولکول هاشو کوچیک‌تر. پس گوارش شیمیایی پروتئین ها از کجا آغاز میشه؟ معده. به واسطه چی؟ پپسین. گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها از کجا آغاز میشه؟ یه بار دفعه دهان بود دیگه با آمیدان. آفرین.
توی دهان به واسطه آنزیم آمیلاز. پپسین رو پروتئین تاثیر میذاره، پروتئین رو به چی تبدیل میکنه؟ آمیلاز رو نشاسته تاثیر میذاره، نشاسته رو به چی تبدیل میکنه؟ قندهای ساده یا مولکولهای کوچیکتر اونجا میگه؟ آره، قندهای ساده به مناسافاری فعلا تجزیهش کن. پس آغاز گوارش شیمیایی پروتئین ها از معده است به واسطه پپسین، آغاز گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها از دهان به واسطه آنزیم آمیلازی که توی گوزار وجود داره. اینا کاراشون حالا اگر بگم آیا گوارش پروتئین ها در معده به پایان میرسه، پروتئین ها به آمینو اسید تبدیل میشن، جوابتون چیه؟ نه. آغاز گوارش توی معده است، پایان گوارش تو معده نیست. تجزیهش به آمینو اسید تو معده نیست، فقط کوچیک‌تر شد. همش دارم بدم؟ نه فهمش چیه. سوال؟ حالا یه سوال دیگه هستم. همون آدمی که سرطان داشت اون گفت سلول کناریاش هم کم شده دیگه، سلول اصلیاش هم کم شده. به نظرتون تو گوارش پروتئین ها هم دچار اشکال میشه یا نه؟ نه. چرا؟ بله. چرا بله چرا؟ تو تنظیم کنون یه تیکه از مندست. خب چی کم شده تو اونجا که بگفتیم کناری ها آسیب میبینن، کناری ها تعدادشون کم میشه، فاکتور داخلی کم میشه، فقط دچار کم بودنی میشه. پروتئین آنزیم کم شده. هم سلولای اصلی تعدادشون کم شده دیگه، یعنی کناری ها که برداشتی اصلی ها هم انگار برداشتی دیگه، با هم برداشتی داشتی، یه بخش از معده رو برداشتی. پس تعداد سلولای اصلی کم شده، پس تعداد سلول هایی که میتونستن پپسینوژن ترشح بکنن هم کم شده. سلول کناریات کم شده، ترشح اسید کلوریفیکت هم کم شده. پس باز تعداد سلول هایی که تعداد پپسینوژن هایی که میتونن به پپسین هم تبدیل بشن هم کم شده. پس تو گوارش پروتئین ها هم میفرد ممکنه که دچار اشکال بشه نسبت به این برداری. هم ترشح پپسینوژنش کمتره، هم تبدیل پپسینوژن به پپسینش کمتره، چون هایسیر کمتری داره از کناریات. اگر هایسیر کم بشه نرخ تبدیل پپسینوژن به پپسینت کمتر میشه دیگه. مثلا بکن تو اینجا پپسینوژن داریم ولی هایسیل به میزان کافی نداریم، خب دیگه پپسینوژن ها همینطوری میدیم. برای اینکه سلول نمیتونه خودش پپسینوژن رو به پپسین فعال تبدیل کنه از HCL استفاده کنه. آره، سلولی که سلول هایی که در حقیقت سلول های اصلی هستن کارش اینه که پیش سازه پپسین رو بسازن، که به پیشسازش میگه پپسینوژن، اونو میسازه و هوش میکنه تو فضای داخلی معده. حالا اون اتفاقی که افتاد باعث میشه که تبدیل اتفاق بیفته. سوالی اگه هست؟ حالی نیست؟ همه یعنی تا آخر زمین الان من تا آخر زمین ریفلاکس هم البته من گفتم سوالی اگه هست بچه ها بپرسید. نه من ساعت چند ساعت یک رو بپرسید. اگه سوالی هست بپرسید، اگر نه برسید به قسمت شیرین ماجرا. من اکی بپرسم چند از اولیه من ریحان رو بگو چرا من؟ تو بگوان از کی بپرسم؟ آه من بسن بپرسی جمعیتی که آنه نه من هم که بگم فوشم میده. خب کیا شده؟ وقت داری از آنه آنگی شده؟ دمیچی نه شو خودشه خودشه
خودت دیگه.